دیگه مجبورم اینجوری روشن دارم با تو صحبت میکنم. میگم اون آدمی که الان بیرونه و داره یه خط قرمزای زیر پاش میذاره، این قبلا کجا بوده؟ مگه ایران نبوده؟ چیکارش کردین که از ایران رفته؟ چی میخواسته از شما؟ آقای امیر تتلو مگه ایران نبود؟ مگه برای شهدا نمیخوند؟ مگه برای انرژی هسته‌ای نخوند؟ مگه برای نماز فالووراشو بیدار نمیکرد؟ مگه نگفت اگه کنسرت بذارم به طرفدارا میگم حتی با حجاب بیان؟ مگه حرفا رو نزد؟ خب کی تو این مملکت اینو اذیت کرد؟ کی بهش مجوز نداد؟ کی یارو به هم ریخ؟ کی طرفو نابود کرد؟ کی برداشت اینو برد تو میتینگ سیاسی؟ کی با کسایی نشوندش که اصلا معلوم بود هیچ ارتباط فکری با این آدما نداره؟ کی هزار جور یارو باج گرفت به اسم این که میخوام به تو مجوز بدم و بعد یه شرایطی ایجاد کرد که طرف مجبور بشه ول بکنه بره و حالا رفته اونجا داره یه خط قرمزاییو میشکنه؟ من حرفم اینه، اونی که این کارا رو کرد اون اسمش چیه؟ اون الان کجاست؟ اون کو، اون آدم ها کوشن، اونایی که دورشو گرفته بودن و این غلط ها رو میکردن، اونی که اینو برون ناو جماران، میشه بگید کی بود؟ اون الان کجاست؟ خودتون با دست خودتون این کارو کردین و بعد طرف رفته بیرون. من میگم اگه الان من اعتراضی نمیکنم به این خط قرمز شکوندناش، چون میگم اون وقتی که داخل بود چرا دهنتون بسته بود؟ هر بلایی خواستن سر این بشر آوردن، همه لالمونی گرفتین، خفه خون گرفتین، سکوت کردین، که اون وقت الان ناراحتید که آخ آقا امیر تتلو چی کار کرد، چی کار داره میکنه؟ بعد حالا امروز اومدن همه سنگ میزنن. کیا سنگ؟ شما رو بعد سنگ زد، شما که این کارا رو کردید و بعد سنگ زد. حالا همتون شدید مؤمن، ما شدیم کافر حربی که این حرفا رو زدیم. چی میگید؟ بعد جالبه میری تو لایو یارو، بعد به یارو میگن آقا این چه کاری بود؟ تو چه غلطی میکنی تو لایو؟ شما که میری نگاه میکنی میگه آقا فلانی آبروی مردمو برد. چرا میری نگاه میکنی داره آبروی مردمو میبره؟ چرا شما میری نگاه میکنی؟ شما که نگاه میکنی هیچ گناهی نداری، اون گناه داره؟ مگه میشه همچی چیزی؟ تمام اونایی که باعث شدن یه هنرمند به اینجا برسه، تمام اونایی که اذیتش کردن، طرف هر کاری که باید میکرد تو چارچوبای این مملکت انجام داده، ولی کمترین حقش که بتونه از هنرش پولی دراره که دست جلو کسی دراز نباشه رو بهش ندادید. خب راهشو باز کنید. اونی که جوونامونو داره ناامید میکنه قانونای دست و پاگیر مسخره شماست که فقط واسه ماست، واسه مردمه، واسه خودتون که قانونی نیستش که. الان ما میخوایم کار بکنیم. برای یه مجوز گرفتن چند وقت باید بدوی؟ تازه اگه بگیری چند وقت باید بدوی که بتونی یه مجوز بگیری، یه فعالیت بتونی بکنی، چه هنری، چه اقتصادی، فرهنگی، چه هر چیز دیگه‌ای؟ چقدر باید به این اون بری رو بزنی؟ مگه ندیدید؟ مگه نرفتید اداره؟ بیاد با من بریم بهتون نشون بدم. میری تو اداره، یه خودکار دادن دست یه کسی که هیچ علمی نسبت به این داستانه، هزار جور میدوند، اذیتت میکنه. چرا باید اصلا از شما مجوز بگیرن؟ کیت که از شما مجوز بگیرن؟ یه قانون کلی اعلام کنید آقا تو این چارچوب باشه هیچ مجوزی، خب برو اجرا کن، هر کی تخلف کرد خب باشه باش برخورد کنید، نه اینکه بیا اما اجازه بگی شعر تو من باید تعیین کنم. بعد مثلا چی؟ فلان مصرع رو باید حذف کنید. چی میگی؟ برید اینایی که کتاب چاپ میکنن میره تو ممیزی، برید ببینید بدبختا رو، ببینید یه بلایی سر کتابت میارن که کتابت شبیه همه چی از غیر خودت. حافظ اگه الان زنده بود و میخواست دیوانشو چاپ بکنه، این وزارت ارشاد و این قوانین ما بهش اجازه نمیداد. حالا نشستید حافظ از افتخارات اسلام، حافظ گیر شما نیفتادی چله، افتاده بود که یه دونه شعرشو نمیتونست بده بیرون. فاسد و فاجر اونیه که اینا رو تولید کرده، اینا قربانی یه سیستم فاسده. سیستم فرهنگی وقتی فاسد بشه یه همچی چیزایی میده بیرون. به جای اینکه به بچه‌هامون سنگ بزنیم خودمون رو درست کنیم. مرد باشید، به جای اینکه بزنید تو دهن بچه‌هامون بزنید تو دهن خودمون. ما اینا رو تولید کردیم، این سیستم فرهنگی ما که رانتخاری توش اینا رو درست کرده. هزار جوری سیاستمدارای کثیف ادعاتون میشه که سیاست ندارید، سیاست هم که میگید بلد نیستید. سیاستمدار بودید که بچه‌هامون چی فرار نمی‌کردن که، یعنی دین و ایمون که هیچی، همون سیاست هم که فقط سیاست فکر میکنید بلدید، همون هم بلد نیستید. هزار جور بچه مردم باج گرفتید و هزار جور بلا سرش آوردید، حالا که رفته اون ور همه نشسته اون ور، آره این ملعون فلان اینو باید بمیره، فلان بشه بمیره بمیره. خب شما یکی دیگه تولید میکنید، سیستمتون روزی 10 تا از اینا داره تولید میکنه. شما هنرمند سرخورده تولید میکنید، آدم سرخورده تولید میکنید، رئیس صدا سیماس به هیچ کی پاسخگو نیست. مثلا میگم عادل فردوسی پور مشکلش چیه که انداختیدش بیرون؟ نه توضیح میدید، نه اجازه میدید یارو از خودش دفاع کنه، هیچی. عادل رو میزنید وای میسه اینجا مهجور، هیچی، هیچ کاری نمیکنه، وای میسه اینجا. خب نه، یه نفرم ول میکنه میره یه شبکه خارجی، آقا میره اونجا میسه کار میکنه، اونم زندگی داره، خرج داره، مملکتش رو هم دوست داره. ولی مگه گذاشتین تو مملکتش کار کنه؟ این مملکت ارث پدرتون که نیست، این مملکت واسه همه ایرانی هست، واسه همه اونایی که اینجا به دنیا اومدن. من دارم میگم آقایون شما نزن یه بوتو بشکن ها، میخوای بوتو بشکنی بوتگر رو بشکن.
این بچه‌ای که توی اینترنت می‌بینید دارن تخلف می‌کنن، خط قرمز می‌شکنن، اشتباه می‌کنن، حرف فلان می‌زنن، اینا قربانی این سیستم فرهنگی ان که شما مدیرشید. شما سر قربانیو میری می‌بری، اینا رو شما درست کردید. باید برگردید به روشاتون، تجدید نظر کنید، برگردید جبران کنید. دست اینا رو، اینا بچه‌هامونن، رفیقامونن، داداشامونن، همه رو فراری دادین، حالا رفتن یه جای دیگه، یه خط قرمز که می‌شکنن، همتون میشید دایه مهربان‌تر از مادر. گناه صورت گرفت، گناه اون کسی کرد که جوونا رو ناامید میکنه، گناه اون کسی کرد که هنرمند و غیر قانونی میکنه، اونی که میاد جلو کنسرتشو میگیره، جلو فروش آلبومشو میگیره، هزار جور بلا سرش میاره. فساد کی درست میکنه؟ اونی که یه جوون رو ناامید میکنه. این همه نهادهای فرهنگی تو کشور بودجه‌های میلیاردی دارید میگیرید، تو هیچ شکستی شماها نباید پاسخگو باشید. شما جوابگو نیستی؟ مگه میشه همچی چیزی؟ شما فقط پول میگیرید، به کی جواب میدید؟ سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، وزارت ارشاد، صدا و سیما، این همه مؤسسات فرهنگی که دارید میلیارد میلیارد سالانه بودجه از این مملکت میگیرید، تو شکستی که الان اتفاق افتاده شما مسئول نیستید؟ مگه میشه مسئول نباشید؟ مگه میشه پاسخگو نباشید؟ آقای وزیر ارشاد شما باید پاسخگو باشی، شما باید بگی آقا یه موزل اینجوریه، چهار تا جامعه شناس بیاری تحلیل بکنن چی شده که به اینجا رسیده یه نفر، کسی که برای شهدا میخونده چرا الان این کارا رو داره میکنه؟ خب کجاش مقصر ما بودیم که مسئولیم؟ بریم تقصیر خودمون رو به گردن بگیریم، جبران کنیم، نه اینکه وایسید هر کی هم حرف حق میزنه سنگ بزنید. چقدر آدمو بیرون کردید شما از این مملکت با تنگ نظریتون؟ دفع کردین مردمو، از همه چی دفع کردید مردمو، سرخورده کردید، ناامید کردید، اونم این مردمو، این مردمی که الان اینجوری دارن زحمت میکشن توی این کشور. هی نشستیم فقط سنگ میزنیم همه رو، هی همه گناهکار، همه عوضی، همه بدن. شما خوبید با میلیارد میلیارد بودجه دولتی که میگیرید و هیچ کاری نمیکنید و به هیچ کس پاسخگو نیستید؟ بعد حالا همه شدید مؤمن به الله، اینا شدن کافر حربی. بهش ما خیانت کردیم، ما این فیسو ازش درست کردیم، الانم ما باید توبه کنیم. همه مسئولین فرهنگی کشور باید توبه کنن و اون سیاسیایی که از این بچه سوء استفاده کردن باید توبه کنن کاری که کردن. توبهشون هم اینه که مسیر رو باز بکنن، عفو اعلام کنن، بتونه طرف بتونه برگرده تو مملکتش درست زندگی کنه، نه زیر چتر شما، زیر یوغ شما، آزاد زندگیشو بکنه، چارچوباش هم رعایت میکنه، قبلا هم نشون داده که میتونه رعایت کنه. و همه بچهای دیگه‌مون که هزار جور واسهشون پرونده سازی درست میکنن که نتونن تو کشور خودشون بمونن، ما جلوه نشون دادیم که بچه‌هامون اگه خواستن توبه کنن برگردن، اجازه میدیم برگردن؟ ما میذاریم بچه‌هامون برگردن؟ میتونن بچه‌های ما برگردن؟ اگه برگردن قبولشون میکنیم یا میکنیمشون تو الفتونی؟ اصلا اجازه میدیم بیان؟ چرا ما دلسوزی نمیبینیم تو مملکت؟ بابا جوانای مملکت دارن نابود میشن. خب آقا چارت دلسوز تو این کشور نیست؟ ترکیه که این بغل یه استانتون حساب میشه که. خب پاشید برید با طرف صحبت کنید آقا چیه؟ ما اشتباه کردیم، ما به تو بدی کردیم، اشتباه کردیم، الانم حاضریم جبران بکنیم. پسر مایی، بچه مایی، بچه این مملکتی، چرا کسی این کارو نمیکنه؟ بچه مملکتن اینا دارن نابود میشن، عین خیالتون نیست؟ وایسادین سنگ بزنید یارو. همین الان، همین الان اگه چهار تا آدم عاقل دلسوز، چهار تا مسئولی که دلشون بسوزه، فرض کنن آقا این آقای امیر تتلو پسر خودشونه، بچه‌شونه، برن صحبت کنن که آقا هر چی تا الان بوده تمام، هیچی، برگرد بیا تو این چارچوب منطقی وایس کارتو بکن، ما هم حق تو بهت میدیم. مگه هنرمند مثلا یک آهنگساز، یک خواننده چی میخواد غیر اینکه یه کنسرت داشته باشه بتونه بره شعرشو بخونه؟ همین الان امیر تتلو حاضر نیست برگرده؟ کی نمیذاره برگرده؟ کی نمیره براش دلسوزی کنه؟ کی پدری نمیکنه؟ کی باید پدر باشه و نیست؟ کی میخوایم ببخشیم یکیو؟ تا کی میخوایم بگیم نمیبخشیم نمیبخشیم؟ خب نمیبخشید، نتیجهش اینه، نمیبخشیم همدیگر رو، نتیجهش این اتفاقه. شما چی هستید که توبه طرفو قبول نمیکنید؟ آغوشتون باز نیست واسه بچه‌هامون؟ برای چی بچه‌های ما باید بیرون این مملکت باشن، اذیت بشن، زجر بکشن، گرفتار بشن، به فساد بیفتن، گیر این مافیا و اون مافیا بیفتن؟ مملکت خودمونه، توش وایسادیم، قانون غلطیه باید درست شه، رفتار غلطیه باید درست شه، باید درست شه بچه‌ها بتونن تو کشور خودشون زندگی بکنن، نباید به هر عنوان کوچیکی سری بزنیم، آزارشون بدیم، آسیشون کنیم، عصبیشون کنیم که بعد تا یه جمله منفی از دهنش در اومد بگیم ها ببین چه آدم بی‌تربیتیه. پدر مادری که به بچه خودش رحم نمی‌کنه، اگه بچه بزرگ شد یه خطایی کرد، بچه رو بعد محاکمه کنی یا پدر مادرشو؟